بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان فوتبال برتر، مخصوصاً برنامه با هاشم. ماسکال هم بر می‌داریم و شما بینندگان عزیز بر ندارید که بیرون هست. ما که حالا فاصله همون رعایت شده و داشتیم الکل هم جلومونه و در خدمت آقای حنیف عمران‌زاده هستیم. خیلی خوش اومدید، ممنون که دعوت ما رو قبول کردید. مرسی. ممنونم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام همکارانتون که زحمت می‌کشن و تمام بینندگان فوتبال برتر. یه تشکر ویژه از شما باشم که ما رو قابل دونستین دوباره دعوت کردیم. در خدمت شما. تو مدرسه واقعا از نوعی بود که همه وای می‌سادی به همه می‌گفتیم زنگ آخر باشت کارت دارم. نه من من تو مدرسه انقدر شر بودم، بعد خاطرم در مدرسه بگم من مدرسه انقدر شر بودم که دو ساعت آخر من میفرستادن بیرون. بعدم چجوری منو میفرستادن بیرون؟ منو کرده بودم مسئول کتابخونه مدرسه. بعد اون زمان تازه کتاب مد شده بوده، کتاب بخونین، کتابم باید من که خیلی میخوندم، کتابخون بودی. کتابو باید تحویل میدادم، اسم مینوشتم، من چیکار میکردم؟ من پول میگرفتم. اصلا نبود این کارو میکردی. من نزدیک 2300 تا کتابو تو مدرسه اجاره میدادم. از اون موقع اصلا موقع معاشیه داشتی پس. بعد یه ما فهمیدن که آقا این کتابا رو با چی اجاره میده. با اونم باید میدادیم مینوشتی، بعد یه ما تحویل میداد. من مثلا اون موقع 5 شما میگرفتم هر کتابو میدادم. همبازی ها دنی فهد میگفتم بچه قول. حالا این لقب کی بهت گذاشت؟ لقب ببین لقب استقلال. آره استقلال لقب و خب هوادارا گذاشتن. خب حالا نمیدونم شاید نسبت به سنم اون سال، خب من که اومدم 21 سالم بود، ورودم به استقلال بود، خب یه ذره گنده مونده بودیم. رو این حساب هوادارا بچه قول گفتن. واقعا از بچگی استقلالی بودی یا نه؟ از بچگی خب ما سمت ما بیشتر کشتیگیر بودم، ما همش دنبال کشتی اینا بودیم. بعد چیزی که فوتبال فهمیدم دیگه دل گرایش پیدا کرد رفت اون بر دیگه سمت فوتبال. سمت فوتبال آبی. قراردادت با پرسپولیس چی؟ قرارداد داخلی؟ من بازیکن تیم ملی امید بودم. تو دبی با آقای بوگوویچ دعوام میشه همون شب منو برمیگردونن ایران، میگن ساکت جمع کن برو ایران. منم تو پاس تهران، سال آخر پاس تهران داشتم، زمان آقای شروخی فیکس بازی میکردن، فیکس داشت منو بازی میداد. اومدم بازی هامو کردم یه دفعه دیدیم لیگ تموم شد، گفتم حالا فیکسم بازی میکنم. تیمم با من تمدید کرد دو ساله، تازه به من پول خوبی هم داده بودن واسه تهران. یه دفعه تیم انتقال پیدا کرد کجا؟ همدان. ما هم قشنگ یادم میاد من رو مبل تو خونه نشسته بودم، یه دفعه گفت پاس رفت همدان. گفتیم ای بابا باید بریم همدان بازی کنیم. این تهران بود خوب بود. سه روز بعدش یه دفعه اعلام کردن وینگو بوگوویچ شد چی؟ سرمربی پاس همدان. بعد آقای پوریدری اینا، آقای اولیا اینا میدونستن که من با این مشکل آقا مشکل دارم. اینا چیکار کردن؟ با یه آقای فکر کنم یه مدیر برنامه بود کارو من انجام دادن. اینا منو می‌خواستن بفروشن به پرسپولیس. میدونستی میخوام بدم به پرسپولیس؟ آره میدونستم، می‌خواستن منو بفروشن به پرسپولیس. که منو بفروشن به پرسپولیس، منصورخان پوریدری خدا پدرشو بیامرزه، خدا رحمتش کنه، روحش هم شاد بشه، که بهترین کار واسه من تو زندگیم کرد. یه پا وایساد محکم، گفت این باید بمونه. مگر من بازیکن پاس بودم، دو ساله بسته بودم، اینا میخواستن یه پولی بگیرن، خودشون جلو جلو این کارو کرده بودن. رو حرف آقای وینگو بوگوویچ که گفته بود من اینو به هیچ وجه نمیخوام، که حتی خیلی جالبه بعد من و وینگو پدر پسری شدیم، یعنی عجیب رفیق شدیم. وینگو دو سه هفته اول اصلا منو نگاه نمیکرد، کاورم که میخواست من بده روش اون باید میکرد کاور میداد. ولی من انقدر تعریف کرد خوب کار کردم که حالت پدر پسری شدیم، یعنی کلا با هم بودیم، میگفتیم، میخندیدیم، با هم صحبت میکرد. که تمام اینا هم مدیون منصورخان خدا بیامرزم، که بعدش هم باشگاه استقلال که پیشنهاد داد، قشنگ یادمه باشگاه استقلال پیشنهاد داد به جون دخترم. تو اتوبوس تیم ملی بودیم، زمان آقای دایی بود، داشتیم میرفتیم کرج بازی دوستانه با یه بازی تیم ملی بود که محسن خیلی ربات پاره کرد تو اون بازی، که از طرف آقای پروین زنگ زدن، پرسپولیس از طرف آقای پروین زنگ زدن. بعد دو سال تو همدان بودم، پشمندش استقلال آقای منوسیفر به من زنگ زد، حتی مدیر عاملشون هم آقای وایز بود به من زنگ نزد، منوسیفر به من زنگ زد. که اون زمان چیه کار قرارداد باز اسمم بود، من رفتم اونجا از ترس آقای پروین موبایلمو خاموش کردم، ولی رفتم استقلال با استقلال قرارداد بستم، تو تیم ملی بودم. همین چون از استقلال رفتنت بگو چی شد از این قضیه؟ هاشم جان فکر کنم لیگ 95-96 بود که ما فینال جام حذفی داشتیم، تو
خرمشهر با زباهن که اون بازی رو باختیم. بعد اومدیم خونه یه دفعه دیدیم لیگم تموم شد، یه دفعه منتظر بودیم که خب باشگاه زنگ بزنه، یه دفعه دیدیم آقای منصوریان شد سرمربی و یه دفعه لیست خروج دادن، لیست مازاد دادن. بعد من ناراحتیم از آقای منصوریان همه جام گفتم، حالا اینجا هم دارم میگم دوستش دارم. هنوزم ناراحتی ازش؟ از یه چیزی ناراحتم، دوستش دارم، خودش میدونه چقدر دوستش دارم. بعد من تمام ناراحتیم این بود که ما رو گذاشتن تو لیست مازاد. من قرارداد نداشتم، آرش قرارداد نداشت، خیلی همون قرارداد اون چند نفر گذاشت بیرون، قرارداد نداشتیم. مربی آقا، الان خودم مربی ام، زیر دست آقای فکری ام، خب میفهمم که کلا کار فنی همه چی دست آقای فکریه. تو مصدیر سبز همه کار حاج محموده، ایشون هم همه کار استقلال بود، میتونست یعنی حق تصمیم بگیره کی باشه کی نباشه. ولی ماهایی که واسه این تیم زحمت کشیدیم اینه که لیست مازاد بدن، حالا نمیدونم چه شیطنتایی کسایی همیشه همینو اینو کلمه ما فقط از این ناراحت بودیم، همیشه هم بودیم. من یادم اون سالا منم گذاشتن تو لیست مازاد قرارداد نداشتم. آرش یه حرف قشنگی زد، گفت ای کاش به ما زنگ میزدن یه چایی تف به ما میدادن میگفتن آقا دست شما درد نکنه، بیا یه ذره الکل بزنیم چون کرونا هست اینجا. الان نمیدونم کرونا داری یا نه، البته استقلالی ها کرونا گرفته بودن، دارم شاید الان ناقل باشی نمیدونم. اوائل حضوره تو استقلال نمیشوند، من یادم محروم شدی، قضیه اون چی بود؟ خب محروم شدم، منشور بود، یه قانون مندرآوردی بود که اون زمان مسئولین فدراسیون در آوردن که من آقای واحدی رو محروم کردن، که بعد اونم دیگه هیچ اتفاقی نیفتاد، کسی محروم نشد، فقط خواستن آبروی ما رو ببرن. خدا شاهده من فقط به خاطر اینکه تمدید نکردم اون داستانا واسم پیش اومد، اومدم استقلال، همونم استارت شد که بخوان منو بزنن. بعد کل داستان این بود که فقط من تمدید نکردم با اون تیمه، من کار ندارم. آقا علی پور منو فراخوند، بابای من بهش گفت آقا این هنوز داستانش بازه، واسه چی داری محروم میکنی؟ گفت نه اینجوریه و اینجوریه که خدا خواست، خدا بالا سرم بود، خدا دعای خانوادم رو دید، سختی های خانوادم رو دید که همه چی به نفع من تموم شد.